سلام، صدا خوبه؟ برای ما صدا چه میاد. خوبه؟ شایان تو وطن هستم، اهل دیولوپه. امروز میخوام راجع به کاتلین با هم صحبت کنیم. ذره چیزی که امروز حالا زیاد میشنویم و ببینیم که اصلا کاتلین چی هست و کلا این موجود عجیب غریب چیه. ما توی اداره ارائه چرا باید استفاده بکنیم؟ بعدش میریم یه سری کد میزنیم و کد میبینیم تا یه ذره ویژوال تر باشه واسه تمام این صحبت هایی که انجام میدیم. اول ببینیم کاتلین چیه. سال 2010 که حالا همه آیدی های اینتلیجی های اینا رو نوشته، در فکر این افتادش که مشکلات خودش مشکلی که با جامعه در رو بگیشه هر بود و برای این موضوع من گفتش که چیکار بکنیم چیکار نکنیم، چون که جواب بودی یه سری بگیده که داره به راست بودنشه، اینکه شما باید حجم زیادی از کد بزنید برای اینکه به یک حالا چیزی که منظورتون هست بخواهیم برسید. برای هم من زبانهای موجود رو بررسی کرد و از اونجایی که حالا خودش یه سری کدهای زیادی زده بود نمیخواست که کل خودش رو شیفت دیلیت بکنه و بیاد یه سری کد جدید روی زبان جدید بنویسه. اومد با زبانهایی که روی جیویم رانده شدن و جاوا رو ساپورت میکردن اومد چک کرد ببینیم که بازار چیا هستش. جزو این زبانها اول اسکالا رو اومد اومد اسکالا رو مورد بررسی قرار داد. یه دونه اسکالا چی جوری آیا میتونه از اسکالا استفاده بکنه برای رفع مشکلش یا نه؟ اسکالا به خاطر اینکه کامیونیتیش خیلی کوچیک بود و حالا لرنینگ کرو خیلی عجیبی داشت برای اینکه شما بتونید اسکالا دیولپر بشین و خیلی دیولپرهای کمی توی مجموعه خودشون بودش، انتخاب نشد این زبان براشون. برای همین زبان مناسبی پیدا نکرد تا بتونه نیازهاشو برآورده بکنه. گفتش بیام خودمون یه زبان جدید بنویسیم. برای همین از سال 2010 بودش که شروع کردم به نوشتن زبان کاتلین. در سال 2011 بودش که نسخه اولیه‌شون رو با این نسخه اولیه نسخه اولیه‌شون رو اومدن ریلیز کردن، اوپن سورس کردن. بعدش در سال 2012 اوپن سورس کردن و اختیار همه قرار دادن این کد رو تا بتونیم ما استفاده بکنیم، کداشون رو ببینیم و ببینیم که چه خوبی‌هایی داره و چه بدی‌هایی داره. در سال 2016 بودش که این زبان ریلیز شد، نسخه یکش ریلیز شد. در سال 2017 یا همین امسال که هستیم توی آی او به عنوان زبان اصلی اندروید انتخاب شدش. وقتی که یه سرچ کوچیک روی حالا این کاتلین شما انجام بدید، می‌بینید که نوشته که یک زبان استاتیک تایپه. استاتیک تایپ یعنی چی هستن؟ استاتیک تایپ از دو تا کلمه تشکیل شده، یکی استاتیکال یکی تایپ. ما می‌ریم بررسی بکنیم ببینیم چیه. یه سری زبان‌ها تایپ دارن و یه سری زبان‌ها نو تایپ دارن. فرقشون چیه؟ زبان‌هایی که تایپ دارن یعنی که آبجکت می‌فهمن، یعنی که استرینگ، بولین و این چیزها رو میفهمم. از زبانهایی که نو تایپ هم دوست دارم نمیفهمم هاش، زبانهایی مثل اسمبلی و اینه که اصلا این چیزها برایشون مهم نیستش. توی استاتیکلی ما این استاتیکلی به چند قسمت تقسیم میشه و چند دسته بندی داره. یکی استاتیک داینامیک استرانگ و ویکه. ببینید فرق اینه با هم دیگه چیه. یه سری زبانها استرانگ هستن. استرانگ بودنشون یعنی چی؟ یعنی که شما نمیتونید یک مثلا استرینگ رو بیان با یک اینت مساوی هم قرار دادیم که با هم چک بکنیم که آیا میتونم هم برابر هستن یا نه. یعنی شما یک دو سه چهار پنج استرینگ داشته باشین نمیتونیم مساوی قرار بدیم با یک دو سه چهار پنج عددی. این استرینگ تایپ ها میگن که باید شما این کسب بکنید به اینتیجر برای اینکه بتونید اینا رو هم چک بکنید، چون تایپشون با هم فرق داره. یه سری ها ویک هستن، یعنی اینکه شما اوکی اگه یک دو سه چهار پنج استرینگ رو هم با یک دو سه چهار پنج عددی چک بکنید این بعدش رو برمیگردونه و میگه که اینا با هم خودش این کسر رو انجام برسن. یه سریشون استاتیک هست، یه سریشون داینامیک هست. فرق اینا چیه؟ داینامیک ها اینه که شما یک بار تعریف میکنید و در طول حالا ران تایمتون میتونید نوع داده ایش رو عوض بکنید. یعنی چی؟ یعنی من یک نیمی رو درست میکنم به نام استرینگ، تایپش رو میدم استرینگ، اینو چهار خط پوینتر توش اینت میریزم، چهار خط پوینتر توش بولین میریزم و هیچ، یعنی مهم نیستش که این تایپش چیه، هر لحظه تو میتونی تایپش تغییر بکنی. این مدل رو بهش میگن داینامیک تایپ. و استاتیک تایپ چیه؟ استاتیک تایپ مثل حالا جاوا و این چیزها که شما تایپش رو یک بار مشخص میکنید، استرینگ مثلا یا هر چیز دیگه، و در طول برنامه‌تون هیچ بار تغییر نمیکنه، همیشه اون استرینگ باقی میمونه. بعد از اینکه حالا فهمیدیم که
کاتلین چی هست و چی نیست. بریم ببینیم که الان چرا باید کاتلین انتخاب بکنیم. ما که الان جاوا رو بلدیم، حالا کم و بیش داریم کارامون پیش می‌بریم. چه کاری داره که زبان جدید یاد بگیریم؟ دست و پنجه باش بخواییم نرم بکنیم و نمیدونم سینتکس های جدید بخواییم یاد بگیریم. چرا باید این کار رو بکنیم ما؟ اولین حسنی که کاتلین برای ما داره، همون چیزی گفتم، کاتلین یه زبانی بوده که توسط جت برینز نوشته شده و اونا خودشون سری محصولات داشتن. برای همین سعی کردن که کاملا زبانی که می‌نویسن با جاوا در ارتباط باشه، بتونن از جاوا استفاده بکنن، کدهای جاواشون بتونن استفاده بکنن. این بزرگترین حسن کاتلین میتونه باشه برای ما، چون میگه یکی از دغدغه‌های بزرگ دیولپرها برای اینکه زبانشون عوض بکنن که چه لایبرری‌هایی داره اون زبان. یعنی وقتی که سویفت معرفی شدهش، همه ابجکتیو سی دیولپرهای iOS گفتن که ما بریم سمت کاتلین یا بریم سمت سویفت یا نریم سمت سویفت. و این براشون سوال بودش که خب حالا ما رفتیم سمت سویفت، چه لایبرری داریم ما؟ آیا مثلا لایبرری‌هایی که برای نتورکینگ ما داشتیم توی ابجکتیو سی رو اونجا هم می‌تونیم داشته باشیم، لایبرری‌هایی که برای حالا جیسون پارسینگ و هر چیز دیگه که داشتیم رو می‌تونیم تو سویفت داشته باشیم یا نه؟ که جواب موقع نبود. ولی اینجا به خاطر حالا میگم همون داستانی که می‌خواستن که کد جاواشون رو ریوز بکنن، خاطر یکی از بزرگترین مشکلش اینه که با جاوا کاملا میتونه مستقیم در ارتباط باشه و از کدهای جاوا استفاده بکنه، لایبرری جاوا استفاده بکنه و شما هیچ اصلا محسوسی واسهتون که الان دارین کاتلین کد می‌زنین یا جاوا کد می‌زنین. توی پروژه‌های اندروید هم یک بزرگ بازم حسن بزرگی که این زبان داره اینه که شما میتونید یک کلاستون رو حتی جاوا بزنید و یک کلاستون رو کاتلین بزنید. نمیتونید توی یک کلاس جفتش رو هم کد بزنید، ولی یعنی شما حتی توصیه‌ای که میشه واسه کسایی که میخوان جدید بیان کاتلین یاد بگیرن اینه که شما این پروژه‌ای که دارین به زبان جاوا هستش رو بیان یک کلاسش رو کاتلین بکنید. حالا یه سری تولهای خوبی داره کاتلین که حالا در ادامه بهش میرسیم، برای اینکه خودتون رو همون لحظه کانورت بکنه به کاتلین، یعنی کد جاواتون رو به کاتلین تبدیل بکنه و شما حتی کد رو بخونید و ببینید که میشه کارهایی برای شما کرده. پست دومی که کاتلین داره اینه که حجم کدهایی که شما می‌نویسید خیلی کمتره. حجم کدها منظورم چی از حجم کدها؟ حالا شما این دوتا حالا قسمت رو ببینید، توی قسمت پایین یعنی قسمت بالا، قسمت پایین جاوا میاد ستاتیک دیسمریه که شما تعریف میکنید برای ویوهاتون. حالا اگه از جاوا 8 استفاده بکنید شبیه بالایی میشه یه ذره، ولی اگه از جاوا 7 و 6 استفاده بکنید شبیه پایین میشه. برای این ستاتیک دیسمری شما 4 خط کد نوشتین که بخواید تازه برسیم به لاجیکتون، ولی تو خط بالایی میبینیم که نه، یعنی شما تو همون تو یک خط مثل لامدا اکسپرشن که جاوا 8 معرفی شده میتونید کدتون رو بنویسید و حجم کدتون کمتر بشه. حالا اون شاید جاوا 8 یه ذره اون مخالف باشه، یا نه خود جاوا 8 الان تو عمل کد می‌زنید و این برای ما زیاد پست نیست. من این پایین رو به شما نشون میدم که یک خط توی کاتلین میتونه این همه خط توی جاوا بشه که حالا من حتی نتونستم بزرگ بکنم که توی اسکان جا بشه و خیلی حجم کدهامون کم میشه توی کاتلین. حالا حجم کم شدن توی کلا کد نویسیش پست داره واسه این. وقتی کدها کمتر میشه اولا خوانا‌تر میشه. وقتی شما بخواید 5 خط 10 خط کد بنویسید تا یک فایل رو مثلا بخونید توی استریم یا بافر بکنید از این کار بکنید، یه کسی به کدتون بخونه خیلی سخت میتونه متوجه بشه که این 10 خط 15 خط اولا به هم ربط داره، بعد داره تازه این کارو میکنه. ولی توی کاتلین شما میتونید با 2-3 خط اون کارو انجام بدید. بعد ارورهاتون کمتر میشه، چون که شما هر چی خطاتون بیشتر باشه احتمال خطاتون توی هر کدوم از خطا بیشتر میشه و احتمال داره که خطاتون بره بالاتر توی کدهای بالاتر. حسن بعدی که کاتلین برای ما داره اینه که کاتلین رو اولا یک سری دیولپر مثل ماها نوشتن، این زبان آکادمیک نیستش که از دانشگاه آمده باشه، دانشجو مشکلات ما رو میدونستن، میدونستن با چه ایشوهای کلا در ارتباطیم با نال پوینت اکسپشن هایی که ما باش هر روز باش مواجهیم رو میدونستن چه جوریه و از این طریق خیلی به اون چیزهایی که ما میخواستیم نزدیکتر زبان، یعنی میبینیم نیازهای ما رو خیلی خوب برآورده میکنه. کاتلین زبانی نیستش که برای یک قسمت فقط نوشته شده باشه، یعنی شما اینکه من یک لایبرری میخوام بنویسم و توی این لایبرری بیام این قسمتش رو مثلا کاتلین فقط این قسمت رو ساپورت میکنه، یا مثلا کاتلین فقط برای من چه میدونم فرم نوشتن رو ساپورت میکنه. کاتلین یه جوری دیزاین شده که برای شما یک سیستم کامل رو طراحی کنه، یعنی شما میتونید یک بخش خیلی بزرگی رو با کاتلین بزنید بدون اینکه حتی اصلا جاوا استفاده بکنید. کاتلین اینجوری طراحی شده که یک نیو لنگویجیه که زبانش خیلی داره به زبان انسان نزدیک‌تر میشه، یعنی شما وقتی کدش رو می‌خونید انگار دارید یک انشای رو می‌خونید و خیلی باهاش راحتی، یعنی مثلا یک شخصی که برنامه‌نویسی بلد نیست هم بیاد کدها رو بخونه یه چیزی متوجه میشه، ای مثلا اینجا داری همچین کار می‌کنی، اینجا داری همچین کار می‌کنی. دیزاین که طراحی شده
این فقط مختص به اندروید نیست، شما میتونید توی سرور سایت توی هر جایی میتونید از کاتلین استفاده بکنید، میتونید کد سرور رو با کاتلین بنویسید، هر جایی که جی دی ام ران میشه شما میتونید با کاتلین کار بکنید. و یک پستی که داره اینه که کاتلین رو جاوا 6 ران میشه، یعنی شما اگه جایی نیاز دارید که جاواتون مثلا چه میدونم آپگرید نکنید، آپدیت نکنید به 8 اینا، خیلی راحت میتونید از کاتلین استفاده بکنید و از فیچرهای خوبی که حالا یه سریش در جاوا 8 هستش رو استفاده بکنید، مثل نامدرسکرشن و فانکشنال رو برای داستان ها. یک پست دیگه که کاتلین داره اینه که کاتلین علاوه بر آبجکت اورینتد سیستم کدی آبجکت اورینتد میتونید فانکشنال هم کد بزنید توش. نمیدونم با کد نویسی فانکشنال آشنا هستید یا نه، کد نویسی فانکشنال اینه که شما توابعتون مقدارهای گلوبالتون رو تغییر ندن، یعنی اینکه اگه شما یک فیلدی دارید مثلا چه میدونم به صورت گلوبالتون کلاس رو تعریف کردید نه توی تابتون این رو تغییر بدید. این مشکل کی برای اون به وجود میاد؟ وقتی شما دارید یک اپلیکیشن مالتی‌ثریدی مینویسید. الان دوره ای شده که دیگه اپلیکیشن ها کلا مالتی‌ثریدی میشده به خاطر اینکه شما دارید کارهای زیاد رو توی حالا بک ترد و این کار رو انجام میدیم، بعد اپلیکیشن ها مالتی ترد باشه. حالا این مالتی ترد بودن ها یه سری ایشوها برای ما وجود میاره، یک ترد میاد یک ولیو رو تغییر میده، یک ترد دیگه میخواد رو بخونه، تو طول فانکشن میدیم شما اون ولیو کلان عوض میشه. برای همین دیولوپرها پیشنهاد میدن که از فانکشن پروگرامینگ استفاده بکنین که تو طول حالا یک فانکشن، یعنی کلان کسی با اون گلوبال ولیو ها کاری نداشته باشه و گلوبال ولیو ها با ریترن تایپ فانکشن آپدیت بشه. این توضیح کلی بود که ما روی کاتلین داشتیم. حالا ببینیم چجوری میتونیم از این استفاده بکنیم. اولا که چه آیدی رو مناسب برای کاتلین کد زدم و چه چیزی رو دانلود بکنیم، چیزی نصب بکنیم، چرا سخت اصلا رفتم بهش، آیا واقعا میصرفه ما بیاییم به خاطر حالا یه چند فیچری که اینجا معرفی کردیم بریم سمت کاتلین، یا اینکه نه همون جاوایش کد بزنیم بهتره. من از امرو استودیو شروع میکنم. برای اینکه ما بخوایم چه به زبان کاتلین کد بزنیم نیاز نیست که آی دی خاص رو استفاده بکنیم، چون هر آی دی که دارین استفاده میکنید حالا اندروید یا امرو استودیو اکلیپس یا هر چیز دیگه که هست، جاوا دیولپر های سرویسه یا هر چیز دیگه که هستش میتونن از کاتلین استفاده بکنن. نحوه نصب کردن کاتلین چجوریه روی آی دی مون اینه که اگر امرو استودیو آخر و بتا رو دارین که خب کاتلین روش نصب، ولی اگه ندارین از قسمت پرفرنس یا سیتینگ در ویندوز توی این قسمت سرچ پلاگین رو سرچ میکنیم، توی قسمت پلاگین میزنیم اینستال جت برینز پلاگین و اینجا کاتلین رو سرچ میکنیم. اینجا یک پلاگینی داره که اگه شما نصب نشته باشین اینجا به جای گزینه آپدیت گزینه اینستال براتون وجود داره. شما میتونید به این طریق شما میتونید به این طریق خیلی راحت کاتلین رو نصب کنید روی آیدیتون. حالا ما کاتلین رو نصب کردیم، حالا چجوری میتونیم کاتلین کد بزنیم؟ ما برای اینکه ما کاتلین رو کد بزنیم اول باید یک پروژه بسازیم. من این رو استپ بای استپ میرم جلو تا ببینیم چجوریه. برای اینکه ما بتونیم کاتلین کد بزنیم به صورت خیلی عادی از قسمت فایل نیو پروژه رو میسازیم. اینجا همون اطلاعات عادی که برای حالا جاوا میخوایم بدیم رو میدیم، هیچ فرقی نمیکنه و یک پروژه عادی جاوایی میسازیم ما. یعنی تا اینجاش ما هیچ کار خاصی نکردیم برای اینکه ما پروژه‌مون به صورت کاتلین بشه. بعد از اینکه ما پروژه رو ساختیم از قسمت بیلدز که نه قسمت تولز قسمت کاتلین یه دونه گزینه هست به نام کانفیگور کاتلین این پروژکت، این رو انتخاب میکنیم و اینجا یک پاپ مانندی میاد که اندروید وید گرادل و یا گرادل. اندروید وید گرادل رو انتخاب میکنین، اینجا ورژن کاتلین کامپایلر رو انتخاب میکنین و اوکی رو میزنید. بعد از اینکه اوکی میزنید چند تا فایل براتون به صورت پیش فرض باز میشه که دوتا گرادل های شما هستن، یکی گرادل پروژکت یکی گرادل مال ماژولتون. تغییراتی که توی این بیلد ها قرار گرفته یکی این خطه که کاتلین رو پلاگینش رو اپلای کرده، یکی این خطه که اومده برای شما لایبریش رو برده و توی قسمت پروژکت هم این خط رو اضافه میکنه برای اینکه شما بتونید کاتلین رو دیولپ بکنید. سه تا بحثی که برای ما اندروید دیولپرها خیلی مهمه اینه که حالا ما کاتلین رو اضافه کردیم چه اتفاقی واسه بیلد تایم اون میفته.
آیا قراره من مثلا وقتی تو جاوا داشتم تو 20 ثانیه مثلا تو 5 ثانیه حالا هر چی داشتم کدم رو کامپایل میکنم و ران میکردم آیا الان باید یک ساعت وایستم تا کد کاتلین من بیلد بشه؟ نه، کاتلین هیچ تاثیری توی بیلد تایم شما نداره. سعی کردن که انقدر بهینه بنویسن که واقعا نزدیک بشه جاوا و یا حتی بهتر از جاوا هم باشه. سوال بعدی که واسه ما مهمه متد کانت، اینکه آیا کاتلین چقدر متد کانت ما رو زیاد میکنه؟ چون همونطور که میدونیم برای اینکه ما از مالتی دکس بتونیم فرار بکنیم 65535 تا متد بیشتر نمیتونیم در یک دکس فایل داشته باشیم، رفرنس بهش داشته باشیم. برای همین اینم برای ما خیلی مهمه که مالتی دکس نرسیم که بخواد پرفورمنس اپلیکیشنمون یه ذره تحت تاثیر قرار بگیره. جواب این هم باز هم نه، کاتلین هیچ تاثیری توی متد کانت ما نداره. تاثیر داره، چرا؟ خود لایبرری کاتلین شاید 300 تا 500 تا مثلا متد داشته باشه به خاطر حالا متدهایی که روی متدهای جاوا اضافه کرده و یه سری اکستنشن هایی که نوشته برای ما، ولی این تاثیر نیست که ما بخوایم به خاطر این قضیه بیایم از هست های این اپلیکیشن چشم پوشی بکنیم. و قسمت سومی که برای ما مهمه ای پی کی سایز مونه. آیا من ای پی کی سایزی که الان 10 مگا رو بخوام کاتلین شده بکنم میشه 40 مگا؟ یعنی یوزر چه بخواد الان اپلیکیشن آپدیت بکنه بعد 30 مگا مثلا دانلود بکنه به خاطر کاتلین اضافه کردن؟ این هم باز هم جوابش نه است. یعنی کاتلین هیچ تأثیری توی ای پی کی سایز شما نداره. باز هم میگم تأثیر داره ولی به همون میزان کم. خب ما پروژه رو آوردیم، الان با کاتلین پروژه رو ساختیم. قبل از اینکه بریم و یک سری متد و یک سری حالا یه سری چیزهای پایش و چیزهای خوبش رو با هم دیگه مرور بکنیم، بیایم ببینیم که چه تورزهایی برای ما داره کاتلین برای اینکه ما بتونیم خیلی راحت باهاش جوین بشیم. اولین چیز خوبی که داره، شما میتونید کد جاواتون رو خیلی راحت به کاتلین تبدیل بکنید. از قسمت کد میتونید convert java file to kotlin file رو انتخاب بکنید. این کار برای این گزینه برای شما فایل جاواییتون به کاتلین تبدیل میکنه و تقریبا 99% موفقه توی این کار. حالا شاید 1% ناموفق باشه به خاطر قسمتایی که می‌نویسیم که اونا رو بعد دستی خودمون تغییر بدیم، ولی معمولا موفقه. اذیت می‌کنه صداش؟ می‌خوایم بدون این صحبت کنم الان؟ نه جان بالاتر چشم. خب بذاریم من اینو برگردونم یک بار، یک کپی از این کلاس جاوامون بگیریم ما و حالا این کد جاوامون رو بیاییم کانورس بکنیم به کاتلین و این دوتا رو در کنار همدیگه قرار بدیم و ببینیم که چه تغییر با همدیگه دارن، آیا واقعا با هم فرق دارن یا اینکه نه. خب از اول اگه ما شروع بکنیم، پکیج رو میبینیم که جفتشون پکیج دارن و این یک خبر خوبه واسه ما که ما میتونیم کد هامون رو باز هم مثل جاوا پکیج بندی بکنیم و از داشتن پکیج بتونیم تو کاتلین هم بهره ببریم. قسمت بعدی ایمپورت هاست که میبینیم دقیقا شکلش کد هامون عین هم دیگه است، یعنی جفتشون ایمپورت دارن و جفتشون هم به یک صورت نوشته شدن. شاید تنها فرقی که تا اینجا برای ما یه ذره جلوه کرده سیمیکالن توی کد سمت چپمونه که کاتلینه، که می‌بینیم سیمیکالن نداریم ما تای پکیج و ایمپورت ها. این درسته، ما توی کاتلین کلا سیمیکالن است آپشناله، یعنی شما میتونید بذارید میتونید نذارید، در اصل نباید بذارید ولی اگه بذارید آیدی ازتون ایراد نمیگیره. قسمت بعدی اگه می‌بینیم کلاسه، می‌بینیم که جفتشون واژه کلاس رو دارن، مین اکتیویتی، حالا اینجا گزینه اکستند به یک دو نقطه اینجا تبدیل شده که حالا اینو بعداً با هم می‌رسیم که چه جوریه، ولی وقتی شما این کد رو می‌بینید می‌فهمید که این دو نقطه پس همون اکستنده، پس یعنی تقریباً کد ما زیاد عوض نشده، یعنی همونه. این یه باز هم خبر خوب دیگه یه که شما خیلی راحت می‌تونید سوئیچ بکنید به کاتلین با یک لرنینگ کرو خیلی کم دیگه، یعنی شما به راحتی می‌تونید خیلی خوب از این کد ها استفاده بکنید و اینجور. خب حالا بریم یه سری کد ببینیم. من یه سری کد نوشتم برای اینکه وقتمون رو نگیریم، اینکه من بشم که تایپ بکنم براتون اینها. تقریبا حالا یه سری کد های اولیه است که چجوری کلا وریبل رو تعریف می‌کنیم توی کاتلین و چجوری فانکشن تعریف می‌کنیم. بعد از اون میرسیم به یک سری فیچرهای خوبی که کاتلین برای ما داره و می‌تونیم استفاده بکنیم از اونها. اول از همه وریبل رو بیایم بررسی بکنیم. نحوه درست کردن یک وریبل توی کاتلین به این صورت
هستش که شما یا ول یا کیورد ور رو اول تعریفتون میذارید. این به چه منظوری هستش؟ ول از ولی اومده و ول از وریبل. ول یعنی اگه بخوایم حالا به یک تعریف دیگه بکنیم، ول یعنی ایمیوتبل، یعنی غیر قابل تغییر، و ور یعنی میوتبل، یعنی قابل تغییر. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما یک پراپرتیتون رو ول تعریف میکنید، فقط یک بار اینیشیالایز میشه و شما نمیتونید چند بار اون رو مقدارش رو عوض بکنید. و وقتی که شما ور تعریف میکنید، هر چند بار که بخواید میتونید مقدارش رو تغییر بدید. ول رو گفتم فقط یک بار میتونه اینیشیالایز بشه، ولی نه حتما جلوش. یعنی شما مثل حالا فاینال جاوا نیستی که شما مثلا جلوش بیان تعریف بکنید یا تو کانستراکتور و اینها، میتونید چند خط پایین‌تر هم تعریف بکنید، ولی فقط یک بار مقدار میگیره. نحوه کار چجوریه؟ اینه که شما ول یا ور رو که توضیح دادم میذارید، بعد اسم پراپرتیتون رو قرار میدید که حالا اسمش چی هستش. ما اینجا قرار دادیم نیم، با یک دو نقطه جدا میکنیم از تایپی که داره. الان اینجا نیم ما گفتیم که استرینگ. حالا ما اینجا گفتیم که نیممون استرینگه، یعنی شما بعد از دو نقطه تایپش رو مشخص میکنیم، بعد مساوی و ولیوش رو قرار میدید اینجا. این نحوه تعریف کردن یک وریبل توی کاتلینه. تنها تفاوتی که داره این استرینگ شاید از پشت نیممون که ما توی حالا جاوا داشتیم استرینگ نیم، به جلوش انتقال داده شده. و شما وقتی که اینجا من بیام و نیمم رو یک مقدار جدیدی بهش بدم، میبینید که کامپایل ارور بهم میده. چرا؟ چون که نیمم رو من اینجا ول تعریف کردم و ول رو من نمیتونم دوباره اینیشیالایز بکنم، ولی این یکی کد که فامیلی هستش و ور هستش رو میتونم یک مقدار دیگه بهش اساین بکنم. یکی از خوبی هایی که کاستین داره اینه که میگه که ما نال سیف هستیم، یعنی که چون که حالا یک زبان جدیدی هست، اونا اومدن نال رو در تایپ سیستم خودشون قرار دادن و گفتن که ما نال سیف هستیم. چجوری نال سیف هستیم؟ این جمله اول که حالا من شنیدم خیلی واسم عجیب بود، چون که من گفتم خب تو جاوا ما میتونیم نال سیف باشیم، چیز خاصی نیستش که، ولی شما هی بعد چک بکنید، یعنی کدتون برباس میشه، هی بعد بگید ایف این مساوی مساوی نال بود ریترن کن، یا اینکه حالا یک دیفالت ولیو رو کال بکن، یا از این کارها. حالا ببینیم کاتلین با نالیبل بودن ها و نال ها چی کار میکنه. اگه ما بیایم این وریبلی که ساختیم رو نال بدیم، میبینیم که به اون ارور میده، میگه که شما نمیتونید نال رو به وریبلتون اساین بکنید. همینجوری خیلی ساده. برای اینکه ما بتونیم یک وریبلمون رو نالیبل بکنیم و مقدار نال رو بهش بدیم، باید بعد از اسم کلاسمون یک علامت سوال قرار بدیم. علامت سوال بعد از تایپ حالا کلاسی که قرار میدیم، یعنی که این پراپرتی، این ولیو ما میتونه نال رو هم قبول بکنه تو خودش. حالا وقتی که نال رو قبول کردش، چجوری میتونه استفاده بکنیم؟ من اگه بخوام یک متد از یک استرینگ ساده رو مثلا کال بکنم، میبینیم که با دات حالا مثلا ساب استرینگ میکنم من یک رو. خب متد کالمون چجوریه؟ با دات، حالا مثل جاوا. اگه ما یک نالیبل ولیو داشته باشم، بخوام فامیلی رو کار بکنم باهاش، بزنم ساب استرینگ یک. اگه من درست زده باشم، آها فامیلی رو اینجا ست کردم، میبینیم که اینجا اون ارور میده و میگه که شما نمیتونید وقتی یه چیزیتون نالیبل هستش همینجوری ساده ازش استفاده بکنید. برای اینکه ما بتونیم از این استفاده بکنیم، قبل از دات هم بعد یک علامت سوال بذاریم. یعنی ما میگیم که فامیلیمون احتمال داره نال باشه، تو خودت چک بکن و اگه نال نبود بیا ساب استرینگ بکن. اگه اینجا ما فامیلیمون نال باشه، این خط کاملا ریتر میشه و هیچ اتفاقی واسش نمیفته، متد چیزمون کرش نمیکنه اپلیکیشنمون. و این یکی از خوبی‌های بازم کاتلینه که شما حجم کدتون کم میشه. حالا اگه مثلا یک کلاس تو در توی داشته باشین که هر کدومش احتمال داره نال باشه، شما میتونید با این علامت سوال‌ها خیلی راحت این نال بودن رو چک بکنید و نیاز نیست که تا ته کلاس رو بیاین نالیبل بودنش رو چک بکنید توی جاوا. ما گفتیم که کاتلین استاتیک تایپه، یعنی ما همیشه باید اینجا تایپش رو مشخص بکنیم. یه خوبی که کاتلین داره اینه که شما اگه اینیشیالایز میکنید، نیاز نیست که اینجا تایپش رو مشخص بکنید، یعنی خود کامپایلر متوجه میشه من اینجا دارم نیم رو میریزم توی این و این ولیوی که من اینجا دارم قرار میدم یک استرینگه، پس دیگه این خودش تایپش رو میذاره استرینگ. یا اگه من این رو عوض بکنم به 1 2 3، خودش میفهمه که این اینته و اینجا به من ارور میده که اینت متد ساب استرینگ نداره. یعنی شما این هم باز هم درسته که استاتیک تایپ هست و شما تایپتون که این استاتیک تایپ خیلی واسه ما کمک میکنه، چون که
از خیلی از ارورهایی که احتمالاً تو طول برنامه واسه ما اتفاق بیفته جلوگیری میکنه. ولی این خوبی رو هم واسه ما داره که ما حتی میتونیم تایپ رو مشخص نکنیم که حجم کد هامون باز هم کمتر بشه. این یک توضیح اولیه‌ای بود از وریبل و ولیو ساختن و کلا وریبل ساختن توی کاتلین. یک حسن خیلی خوبی که کاتلین برای ما داره استرینگ تمپلیشنشه، یعنی قرار دادن یک استرینگ در یک استرینگ دیگه. توی جاوا اگه ما بخوایم این کارو بکنیم با استرینگ فرمت یا با پلاس گذاشتن بین دابل کوتیشن هامون این کار انجام میدیم، ولی توی کاتلین ما با گذاشتن یک دالر ساین، یعنی شما میتونید یک، اگه من اینو پاک بکنم کلا، شما یک دابل کوتیشن میذارید که میخواین استرینگ تعریف بکنید، بعد میگید که خب اینجا من میخوام نیم رو قرار بدم، بعد پلاس بنویسم مثلا های، بعد دوباره یک دالر ساین بذارم، چه میدونم فامیلی رو قرار بدم. یعنی هیچ نیاز نیست اون وسط بیاین پلاس بذارید یا از این کارا بکنید. حالا یه خوبی دیگه ای که داره، شما میتونید اینجا کد بزنید، یعنی اینجا میتونید با اگه بیشتر از یک پراپرتی شما بخواید قرار بدین، بعد با این اسمش هم نمیدونم با این جدا بکنید، یعنی توی این قرار بدین کدتون رو، براکت تو براکت قرار بدین کدتون رو. حالا اینجا میتونید یه کد بزنید، مثلا چه میدونم نیم پلاس فامیلی یا هر چیز دیگه‌ای که میتونید اینجا قرار بدید. این یکی از فیچرهای خوب کاتلینه برای اینکه شما استرینگاتون خیلی شیک‌تر توی حالا بتونید مقدارش بکنید. یک حسن دیگه‌مون این که حتما شما باش مواجه شدین که یه وقت می‌خواستین استرینگاتون یا دو تا آبجکت رو با هم چک بکنید و مساوی مساوی گذاشتین و این کار نمی‌کنه. تو استگرافلو سرچ کردین که چرا این مساوی مساوی کار نمی‌کنه، گفتم باید دات ایکوالز استفاده بکنید. برای اینکه ما توی جاوا بخوایم دو تا آبجکت رو با هم چک بکنیم از دات ایکوالز باید استفاده بکنیم و مساوی مساوی برای پریمیتیو دیتا تایپ ها هستن. توی کاتلین خوشبختانه این مشکل حل شده و مساوی مساوی همون دات ایکوالز رو کال میکنه، یعنی ما دیگه نمیخواد درگیر این قضیه باشیم که اینجا من مساوی باید بذارم یا دات ایکوالز باید بذارم. این هم بازم یکی از ویژگی های کاتلینه.